سرخط خبرها. امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین، جزئیات آن همچنان در ابهام است. بالا گرفتن خشونت‌ها در میانمار همزمان با جشن ملی ارتش، دست کم 60 نفر کشته شدند. تقدیر از احمد شاه مسعود در فرانسه با حضور عبدالله عبدالله، گذری در پاریس به نام این فرمانده ضد طالبان شد. و آزادی و دموکراسی قربانی رشد اقتصادی در بنگلادش. سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. ایران و چین امروز در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران توافقی را برای همکاری‌های گسترده و درازمدت دو کشور امضا کردند. توافقی که ایران امیدوار است راه را برای سرمایه‌گذاری وسیع چین و خنسا کردن تحریم‌های آمریکا باز کند. متن توافق از سوی ایران رسما منتشر نشده و امکان وابستگی ایران به چین واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. وانگ یی وزیر خارجه چین با طرحی 5 ماده‌ای برای حل مسئله هسته‌ای ایران و مناقشات منطقه‌ای به خاورمیانه سفر کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. بالاخره بعد از 5 سال تلاش ایران و چین، امضای سندی برای همکاری‌های وسیع و درازمدت چین و ایران در تصاویری که به طور زنده از تلویزیون ایران پخش شد. این سند که متن آن رسما منتشر نشده، نگرانی‌های زیادی را در میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی دامن زده که آن را نشانه افتادن ایران زیر سیطره این غول اقتصادی می‌دانند. تحریم‌های آمریکا و غرب ایران را علی‌رغم اصل انقلابی بی‌طرفی‌اش در میان قدرت‌های بزرگ به طرف چین و روسیه سوق داده است. روزی تاریخی، وزارت خارجه ایران این سند را افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور توصیف کرده. مخالفان آن را سندی ننگبار. اما معلوم نیست که این سند امروز با ادامه تحریم‌های شدید آمریکا چیزی بیشتر از فهرستی از آرزوهای دو طرف باشد. در ماه‌های گذشته بعضی از وبسایت‌های تندروها در ایران متن آنچه که پیشنویس این سند می‌دانند را منتشر کردند. ظاهراً همان متنی که سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. کلیات این برنامه در این سند 5 صفحه است. در واقع نوعی یادداشت تفاهم یا نقشه راه. علاقه ایران به گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها، از همکاری‌های اقتصادی و تجاری گرفته تا همکاری‌های علمی و فناوری، همکاری در سازمان‌های جهانی، همکاری‌های امنیتی، حتی نظامی، بدون جزئیات. سند شامل 3 زمینه است. در صدر زمینه 1 گفته شده که طرف چینی وارد کننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و ایران به نگرانی‌های چین در مورد بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش نفت توجه خواهد داشت. به عبارت دیگر، نفت با قیمتی مناسب به چین فروخته خواهد شد. در پایان زمینه 3 جزئیات بیشتری آمده که نشان می‌دهد مقام‌های ایران می‌خواهند چین به طور گسترده در ایران وارد و فعال شود. از ترانزیت و حمل و نقل کالا از طریق ایجاد کریدورهای حمل و نقل گرفته تا توسعه بنادر، توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه نفت و گاز، ایجاد مراکز صنعتی، مشارکت در مدیریت و توسعه مناطق آزاد تجاری، ساخت و توسعه بندرها، سرمایه گذاری در متروهای شهری و بخش کشاورزی با برقراری مشوقهای مناسب به قول این سند برای سرمایه گذاری چین در ایران. ایده این سند همکاری را شی جین پینگ، رهبر چین، در سفرش به تهران 5 سال پیش مطرح کرد، وقتی که تحریم ها با توافق هسته‌ای برداشته شده بود. ایده ای که رهبر ایران با نگاهش به شرق از آن استقبال کرد. امروز این ملاقات وانگ یی وزیر خارجه چین با علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، کسی که نزدیک به 2 سال پیش به چین این ایده را دنبال کرد به عنوان نماینده رهبر. آقای لاریجانی در اینجا به وزیر خارجه چین درباره تعهد درازمدت ایران اطمینان داد
او گفت ایران کشوری نیست که با یک تلفن موضعش را عوض کند. در 50 سالگی روابط ایران و چین امروز امضای سندی که در آن خبری از آمار و ارقام و جزئیات نیست ممکن است با وجود تحریم‌های آمریکا چیزی را عوض نکند. اگرچه گستردگی آن نشان از آمادگی جمهوری اسلامی دارد برای وابسته شدن به یک قدرت بزرگ برای بقا. کسرا نجی، بی بی سی. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس با ما هستند. آقای علیجانی، دلیل پنهانکاری حاکمیت در ایران درباره جزئیات این قرارداد چیه وقتی که اینقدر قرارداد بلند مدتیه و حوزه‌های گسترده‌ای رو در بر می‌گیره؟ با سلام، این نکته مهمی البته، ولی شاید یک علتش این باشه که این یک تفاهم نامه است و فهرستی از آرزوهاست و عمدتاً هم آرزوهای ایران. تا اون که یک قرارداد واقعا جدی باشه، ایران وقتی هنوز FATF رو تصویب نکرده، این بلند پروازی ها یا این ادعاهای بزرگ خیلی جدی نباید گرفته بشه. بیشتر تا این لحظه حداقل میشه گفت یک مانور سیاسی، وقتی که غربی ها دارن به اصطلاح سخت گیرانه برخورد میکنن با مذاکره. اما یه بار کلیت مسئله رو اگه بخوام ببینیم، به هر حال نگاه به شرق آقای خامنه‌ای روشنه. هرچند در یک کشور دموکراتیک ملی که منافع ملی در اولویت، ارتباط با جهان یک امر مثبتی است. حالا با هر بخشی از جهان یک کشور مستقل میتونه از رقابت بین جناح‌های مختلف در جهان هم استفاده بکنه، همونطور که مثلا شاه ذوب‌آهن رو به روسا داد. اما ایران این وضعیت رو نداره. ایران در یک وضعیت ضعیفی است و بسیار خاضعانه و حتی می شود گفت گاهی اوقات دریوزگی نشون میده. موقعی که معاون وزیر بهداشت کوچکترین انتقادی به ویروس چینی کرونا کرد، زود به تحت فشار قرار گرفت، عرش خداوند داشت تکون می خورد. رائفی پور یکی از جارچی های نظام آمد گفت اصلا حکومت چین مثل حکومت حضرت علی، اونجا مثلا 80 میلیون به کل ملت حکومت میکنن، ما هم در ایران باید همین جوری باشیم. و روابط ویژه‌ای که با روسیه دارن، روابط امنیتی با چین، دوربین‌های چینی، سیستم‌های کنترل چینی، همین و ارتباط اقتصادی و حراج نفت برای چینی‌ها با روسیه هم به همین شکل، هرچه اونجا وجه اقتصادیش کمتره، وجه سیاسی امنیتیش و به قول معروف روش‌های قتل بدون رد پا رو از روسیه ها یاد میگیرن. بنابراین من فکر نمی‌کنم بخواد جهش مهمی اتفاق بیفته و تا اینجا بیشتر جنبه مانور سیاسی و تبلیغاتیش بر جنبه‌های واقعیش داره میچربه. بعضی از حامیان چنین توافقی میگن که ایران به خاطر تحریم‌ها چاره دیگه‌ای نداره جز اینکه یک شریک تجاری مثل چین رو برای خودش انتخاب کنه. خب این طرفداران این تحلیل باید ابتدا پاسخ بدن چرا باید ایران همش در تحریم باشه، یعنی اصل سوال اصلی میپرن. بله ایران ناچاره، ولی این که چرا مفاد قرارداد روشن نیست و چیزهای دیگری هم روشن نیست، نه تنها در رابطه با این قرارداد، در رابطه با مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حراج کردن نفت برای این نوع کشورها، بله باید پاسخگو باشن. ولی اون به صلاح اغراق روی این نوع قراردادها و نزدیکی ها خب فریبنده است. روسیه بارها گفته ما آتش نشان منطقه نیستیم. در رابطه با اسرائیل روسیه روابط بسیار نزدیکی داره. اسرائیلی ها مرتب ایرانی ها رو در سوریه زیر چشمان روسیه بمباران میکنن. خود چینی ها روابط اقتصادی ویژه‌ای با اکثر کشورهای خلیج فارس، عربستان دارن، با اسرائیل دارن. بارها همین دو کشور گفتن ایران باید قرارداد برجام رو رعایت بکنه. بارها این دو کشور در قدنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رأی علیه ایران دادن. بنابراین اون اغراقی که گفته میشه که مثلا ایران متحد استراتژیک اینها میخواد بشه، به نظر من واقعی نیست و بیشتر ایران بایستی مطیع و فرمانبر از اینها بشه برای اینکه بتونه یه آب باریکه‌ای رو برای حفظ نظام از این کشورها به لحاظ اقتصادی دریوزگی بکنه. در این صورت چرا اونطوری که شما در اول صحبتتون اشاره کردید این میتونه لیست آرزوهای ایران باشه، چرا باید ایران انقدر مشتاق باشه که یه همچین رابطه‌ای داشته باشه؟ خب به لحاظ عقیدتی ایدئولوژیک ارتباط با چین برای ایران راحت تره. کشوری که خودش یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشره،
چین، ایران و عربستان سه کشوری هستند که در رأس کشورهایی هستند که درصد اعدام درشون و تعداد اعدام ها درشون خیلی بالاست. بدآموزی نداره در اونجا کسی مثلا دنبال تکرار، هرچند آقای خامنه‌ای یه مدت آرزوی چینی شدن ایران رو داشت، ولی سیاست خارجی چین کجا؟ سیاست خارجی ایران کجا؟ سیاست ایران شبیه کره شمالی. بنابراین مدافعان این سیاست باید یک سری مبانی جدیتری رو پاسخ بدن و من فکر میکنم جمهوری اسلامی به ناچار داره این کار رو میکنه و این آرزوهای بلند پروازانه هم بیشتر یک اعتماد به نفس کاذب به آقای خامنه‌ای میده و این رو خب برخی تحلیلگران هم معتقدن که اعتماد به نفس آقای خامنه‌ای و اینکه میگه ما عجله‌ای در مذاکرات نداریم به خاطر اتکایی است که به این طرف داره. من تصور نمی‌کنم چنین باشه. آقای خامنه‌ای تو توهماتش زندگی میکنه و یه آب باریکی و یه اندک پسندازی تای انبار بیت المال وجود داشته باشه و مردم رو سرکوب کرده باشه تا آخرین لحظه در واقع مقاومت میکنه، همون کاری که جمهوری اسلامی 40 ساله در ماجرای گروگانگیری، ماجرای جنگ، ماجرای هسته‌ای کرده و این روش متداول جمهوری اسلامی است، نه ناشی از اعتماد به نفس آقای خامنه‌ای با اتکا به چین و روسیه که به هیچگاه تکیه‌گاه هیچ کشوری واقع نشدن به ویژه روسیه. ممنونم ازتون. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ما. چند خبر کوتاه. در استان خوزستان ایران 4 شهر دیگر از نظر شیوع کرونا به وضعیت قرمز رسیدند. گفته می شود سویه ویروس کرونا که اولین بار در انگلستان مشاهده شد در این استان به میزان قابل توجهی گسترش پیدا کرده. در همین حال وزارت بهداشت می گوید در شبانه روز گذشته 85 نفر در اثر کرونا جان باختند و بیش از 8000 بیمار جدید در همین مدت شناسایی شدند. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که برای اولین بار ابتلا به یکی از سویه‌های جدید ویروس کرونا را در این کشور ثبت کرده. این ویروس از نوعی است که اولین بار در بریتانیا مشاهده شده. وزارت صحت امروز آزمایشگاه تازه‌ای برای تست ویروس کرونا راه اندازی کرده و میگوید از 11 موردی که در این آزمایشگاه بررسی کرده، 7 مورد از سویه جدید ویروس کرونا بوده. در برزیل در یک شبانه روز بیش از 3600 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی این بالاترین میزان مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در یک کشور از زمان شیوع همه‌گیری در جهان است. به نظر می‌رسد که یکی از سویه‌های جدید ویروس کرونا عامل گسترش سریع و افزایش آمار بیماران و قربانیان در این کشور باشد. دیروز برزیل از 2 واکسن تولید داخلی رونمایی کرد که به مرحله تست انسانی رسیدند. با کشته شدن دست کم 60 نفر در اعتراض‌های امروز میانمار، سرکوب معترضان در این کشور به اوج تازه‌ای رسیده. این خشونت‌ها در روز ملی ارتش رخ داد، روزی که نیروهای مسلح میانمار تلاش کردند در اعتراض‌ها به کودتای آنها و حکومت نظامیان مراسمی برپا کنند و به مردم میانمار و جهان نشان دهند که ثبات و آرامش به این کشور بازگشته. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این یک نمایش قدرت است. نمایش قدرت و نظمی تزلزل ناپذیر از طرف نیروهای مسلح میانمار در روز ملی ارتش. اما تنها یک نمایش. آنچه تلویزیون رسمی میانمار از این مراسم نشان داد، تضاد مرگباری با این صحنه ها داشت. یک کشته دیگر از میان دست کم 50 نفر که با شلیک نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. در حالی که نیروهای مسلح مشغول رژه رفتن در پایتخت بودند، بعضی از آنها اینجا در شهر مندلای معترضان را تعقیب می کردند. آنها نتوانستند اینجا و این بار کسی را دستگیر کنند. اما از زمان کودتای نظامی تا امروز هزاران نفر بازداشت شدند و آنگ سان سوچی همچنان در بازداشت خانگی است. او و حزبش پیروز انتخاباتی بودند که نظامی‌ها بعد از کودتا نتیجه انتخابات را باطل کردند. حاکمان نظامی میانمار کوشیدند با آزاد کردن 300 نفر از معترضان و نشان دادن صحنه خداحافظی دوستانه آزاد شدگان با زندانبان‌ها آبی بر آتش بریزند. اما این پیام حکومت به معترضان که پیش از روز ارتش از تلویزیون رسمی پخش شد، روی دیگر این سکه بود. ای جوانان کشور که آینده از آن شماست،
از فاجعه مرگ و میرهای گذشته عبرت بگیرید تا از ناحیه سر و پشت تیر نخورید. هشدارهای حاکمان نظامی میانمار تو خالی نبوده. تاکنون دست کم 300 نفر از معترضان کشته شدند. اما نشانی از فرو نشستن این اعتراض‌ها دیده نمی‌شود. و البته ارتش هم نشانه از عقب نشینی بروز نداده و شاید هم حتی از حضور معاون وزیر دفاع روسیه در مراسم روز ارتش دلگرم هم شده باشد. آمریکا و کشورهای غربی به نفع معترضان موضع گرفتند و حاکمان نظامی میانمار را تحریم کردند. ولی چین و روسیه اجازه یک کارزار جهانی علیه آنها را نمی‌دهند. و این به رهبر نظامیان حاکم ژنرال مینگ آنگ هلنگ اطمینان خاطر داده تا پشت این تریبون بایستد و مردم کشورش را به آرامش و پرهیز از خشونت دعوت کند. خشونتی که ارتش تحت فرمان او عاملش بوده و آرامشی که میانمار با آن فرسنگ‌ها فاصله دارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. ایران و چین با وجود انتقادها سند برنامه همکاری 25 ساله امضا کردند. متن توافق هنوز به طور رسمی منتشر نشده. همزمان با روز ملی ارتش در میانمار و اوج گرفتن اعتراض‌ها به کودتای نظامیان، دست کم 60 نفر در جریان تظاهرات به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. در ادامه برنامه، نگرانی از وضعیت آزادی و دموکراسی در بنگلادش همزمان با تمجید از رشد اقتصادی چشمگیر این کشور. در آمریکا نهادهای اطلاعاتی به دولت هشدار دادند که اگر نیروهای این کشور را بدون توافق صلح از افغانستان خارج کند، طالبان در مدت 2 تا 3 سال بر این کشور مسلط می شود. بر اساس توافق صلح واشنگتن و طالبان، نیروهای آمریکا باید تا 5 هفته دیگر از افغانستان خارج شوند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که تحقق خروج نیروهای آمریکایی در این مدت به دلایل فنی دشوار است. پیشتر از همکارم علی حسینی در کابل درباره یه هشدار نهادهای امنیتی پرسیدم. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی که در گفتگو با نیویورک تایمز گفتند که اگر این موضوع صورت بگیره، یعنی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحقق بپذیره، دوباره فرصتی برای شبکه القاعده فراهم میشه که ساختارش را در افغانستان بازسازی کنه. همچنین گفته شده که مقام‌هایی که طرفدار حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند، با استناد به همه منابع امنیتی و به همین گزارش اصرار دارند که نیروهای آمریکایی همچنان در افغانستان بعد از اون زمانی که مهلت تعیین شده همچنان در افغانستان باقی بمانند. دولت چی میگه؟ ببینید، حکومت افغانستان امروز مشخصا حمدالله مهم مشاور امنیت ملی افغانستان گفته چند ماه پیش خود به بی بی سی رو دوباره تکرار کرد در یک کنفرانس خبری، گفت که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بروند صلح هم تامین نشه، احتمال بروز جنگ‌های داخلی وجود داره. او گفت که تشویش و نگرانی از این وجود دارد که مبادا آنچه را که قبلا دیده ایم و تجربه کردیم دوباره تکرار بشه. اشارهش به همه موضوع جنگ‌های داخلی و نابسامانی‌های بسیار گسترده امنیتی است. این از طرف حکومت افغانستان. طالبان چه گفتن؟ طالبان هشدار دادن و گفتن که همانطور که اینها به تعهدنامه دوحه عمل کردن، ایالات متحده آمریکا هم باید عمل کنه و اگر عمل نکنه باید پاسخگو باشه در رابطه با آن چیزی که رخ میده. طالبان هشدار دادن که اگر بعد از ماه می این خروج صورت نگیره، آنها ناچار هستند به گفته خودشان جهادشان را علیه نیروهای اشغالگر به گفته آنها دوام بدن. حالا ما منتظر دو موضوع هستیم که فضا را وضعیت را بهتر و روشن‌تر می‌سازه. یکی بررسی توافقنامه صلح ایالات متحده آمریکا که در زمان حکومت دونالد ترامپ با طالبان صورت گرفت از طرف دولت جو بایدن، یک و دوم هم نشست استانبول در نشست ترکیه که قرار است تا هفته آینده برگزار شه. این دو موضوع مشخص‌تر می‌کنه که چه قرار می‌تونه اوضاع صورت بگیره. در پاریس پایتخت فرانسه، مسئولان شهرداری گذری نزدیک به خیابان شانزلیزه در مرکز این شهر را به نام احمد شاه مسعود، فرمانده نیروهای مخالف طالبان در افغانستان کردند. لوحی هم به یادبود آقای مسعود در این گذر نصب شده. احمد شاه مسعود 20 سال پیش در یک حمله انتحاری در افغانستان کشته شد. دولت افغانستان به او عنوان قهرمان ملی داده.
کامبیز رفیع، تحلیلگر مسائل افغانستان از پاریس با ما هستند. آقای رفیع، دلیل این که چنین اتفاقی در پاریس افتاده چیه؟ سلام بر شما. انگیزه در پس گذاشتن لوح یاد بود برای مسعود از طرف شورای شهر پاریس که نهاد است مستقل از حکومت فرانسه، با انگیزه های متفاوت صورت گرفت. انگیزه عمده در پس این تصمیم این است که مسعود گویا در زمان در دهه 80 به نماد مبارزه با اشغال اتحاد شوروی شناخته می شد و سپس در دهه 90 برای بیشتر از 5 سال در برابر طالب ها جنگید. در هر دو جبهه گویا مسعود در جانب اعتدال در جناح میان روی قرار داشت و در مبارزه با اندیشه ها و جناح های استبدادی و افراطی می رزمید. البته چنین نماد ورای حقایق تاریخی شکل گرفته و تصمیم شورای شهر پاریس هم با الهام از این تصویر نمادین از مسعود صورت گرفته، تصویری که گویا مروج اسلام میانه رو است، اسلام تجددگرا است، با کثرت‌گرایی همخوانی داره، موافق با برابری جنسیتی است. با چنین نماد است که شورای شهر پاریس با چنین تصمیم اقدام کرده. اما الان که داره تلاش میشه برای برقراری صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، فکر میکنید که پیام خاصی داشته این که الان این گذر رو به نام احمد شاه مسعود کردن، با توجه به اینکه او به هر حال فرمانده مبارزه علیه طالبان و القاعده بوده؟ در چنین چارچوب پیام چنین تصمیم از طرف شورای شهر پاریس میتونه این باشه که جهان افغانستان را فراموش نکرده و یک بخش خاصی از افغانستان را که در برابر طالبان جنگیدند و میتونه حاوی این پیام باشه که در صورت برگشت جریان‌های افراطی در افغانستان، جهان باز هم به حمایت از گروه‌هایی که بر ضد افراط‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی در افغانستان خواهند رسمید حمایت خواهد کرد. ممنونم ازتون، کامبیز رفیع، تحلیلگر مسائل افغانستان از پاریس. چند خبر کوتاه. در مصر تلاش‌ها برای بیرون کشیدن یک کشتی بزرگ باری که در کانال سوئز به گل نشسته همچنان بیفایده مانده. شرکت ژاپنی مالک این کشتی ابراز امیدواری کرده که بتواند آن را تا پایان امروز دوباره به راه بیاندازد. به گل نشستن این کشتی راه بیش از 250 کشتی دیگر در دو طرف این شاهراه تجارت دریایی را بسته و باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. در قاهره بر اثر فرو ریختن یک ساختمان مسکونی 9 طبقه دست کم 5 نفر کشته شدند. مقام‌های مصری می‌گویند که بیش از 20 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. در مصر فجایع ناشی از حوادث ساختمانی به خاطر نادیده گرفتن مقررات ایمنی سابقه دارد. دیروز هم بر اثر تصادف قطار 32 نفر در این کشور کشته شدند. در 50 سال گذشته بنگلادش خود را از کشوری زخمی از جنگ، سیل و طوفان‌های ویرانگر به کشوری در حال رشد از نظر اقتصادی تبدیل کرده. سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که بنگلادش از فهرست کشورهای توسعه نیافته خارج شود. با وجود رشد اقتصادی چشمگیر، وضعیت دموکراسی و آزادی در بنگلادش همچنان در حال بدتر شدن است. اکبر حسین از داکا گزارش می‌دهد. سلطانه از اقتصاد روبه رشد بنگلادش سود برده. او 8 سال پیش روستا و خانواده‌اش را گذاشت و به شهر آمد. خانواده‌ام شرایط خوبی نداشتن. برای همین اومدم اینجا دنبال کار. او در صنعت تولید لباس مشغول کار شد. صنعت شماره یک بنگلادش که 80% صادرات این کشور را تأمین می‌کند. حالا هر ماه پول میفرستم ده و خانوادم زمین و گاف خریدن و محصول برداشت میکنن. صنعت پوشاک نه فقط زندگی سلطانا را متحول کرده که موتور اصلی توسعه کشور هم بوده.
کشور بنگلادش وقتی تأسیس شد کسی فکر نمی‌کرد دوام بیاره، چه برسه به اینکه اقتصادش رشد کنه، اما این اتفاق افتاد. از یک کشور توسعه نیافته به یک کشور در حال توسعه تبدیل شدیم و این یعنی توان و ظرفیت اقتصادمون بهتر شده. دکتر فهمیده خاتون یک اقتصاددان برجسته است و میگوید برنامه وام‌های کوچک توانستند فقرا را از چاه فقر بیرون بیاورند. از نظر مرگ مادران در حین زایمان، مرگ نوزادان، همترازی جنسیتی و آموزش ابتدایی خیلی وضع خوبی داریم و از کشورهای همسطحمون خیلی بهتریم. اما در حالی که اقتصاد بنگلادش از زمان استقلال در 50 سال گذشته پیوسته رشد کرده، دموکراسی داستان دیگه ای داشته و اعتبار دو انتخابات گذشته کشور با بحث تقلب و دستکاری آرا زیر سوال رفته و افرادی هم ناپدید شدند. برادر افروز اسلام یک فعال سیاسی منتقد بود و در جریان انتخابات 2014 ناپدید شد و دیگر او از برادرش هیچ خبری نداشته. من با خانواده های زیادی برخورد کردم که بستگانشون رو از دست دادن. بعد از 50 سال استقلال در کشور ما آزادی نیست. حکومت به هر قیمتی به قدرت چسبیده. شرایطی درست کردن که هیچ کس مخالف میلشان حرفی نزند. اما همچنان که نگرانی از آینده دموکراسی در بنگلادش ادامه دارد، از رشد اقتصاد این کشور هم نمیتوان گذشت. خب به پایان این بخش خبر رسیدیم. میتونید تازه ترین خبرها رو مثل همیشه در وبسایت ما ببینین و همینطور جزئیات بیشتر درباره گزارش هایی که در برنامه های تلویزیون دیدیم. از جمله خبر اول ما این که ایران و چین امروز در جریان سفر وزیر خارجه چین به ایران سندی رو امضا کردن، توافقی برای همکاری‌های گسترده و دراز مدت که ایران امیدواره بتونه با این توافق سرمایه‌گذاری چین رو جذب بکنه و تحریم‌های آمریکا رو خنسا کنه. متن توافق از سوی ایران منتشر نشده و این باعث شده که نگرانی‌هایی منتشر بشه درباره اینکه ممکنه که ایران وابستگی زیادی به چین پیدا کنه. خبرهای زیاد دیگه‌ای هم در وبسایت ما هست که ازتون دعوت می‌کنم حتما به وبسایتمون سر بزنید. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.